پاشو ساعت 7:30. تو نصف شب میری دنبال الواتی و وقت فکر صبح بیدار شدن تو نمی کنی. پاشو آرش، پاشو مگه امتحان نداری؟ خیلی خب 5 دقیقه دیگه بنام. بابا چی رو 5 دقیقه دیگه؟ پاشو دیگه، این گندشو بالا آورده. سلام. این چیه دوباره پوشیدی؟ این همه لباس مرتب و مردونه چیدم تو کمدت، دوباره رفتی سراغ این؟ من تو مدرسه بهت گیر نمیدن بچه. نه خدا رو شکر اونا به اندازه شما گیر نمیدن. بیا بگی بخور، بخور که حداقل مدت امتحان داری یه ذره بیشتر به خودت برسی. تا چند روز دیگه از شهر هرچی امتحانه راحت میشم. آخ همچی میگه انگار شب و روز نشسته درس خونده. تو که نه دست از رفیق بازیت ورداشتی نه از این برنامه. من عجله دارم. من آرش خان وایسا ببینم، امتحانت که تموم شد یک راست برمیگردی خونه، نه سینما، نه کافی شاپ، نه هیچ چیز. الواتی آره خوبه بچه‌ها، فقط 10 دقیقه وقت داریم. گفتم 10 دقیقه نه هم نزدیم. باشو چی گذاشته اینجا؟ یه چی آقا ببینیم یه چی نده. دستتو بردار، دستتو بردار. این چیه؟ گفتم این چیه؟ آقا من نهیم بیرون. آقا افتاده بودش رو زمین. گفتم بیرون. آقا میخواستم برش دار مدرسه جای این کثافت کاری ها نیست. بیرون میخواستم برش دارم بدمش. گفتم بیرون. واقعا شرم آوره. معتمدی تو که بچه خوبی بودی، این آتاشخالا چیه برش شماره داخل مدرسه؟ پدر مادرت به این با شخصیتی، تو چرا اینقدر لوده ای؟ میخوای نظرین به پروندت کنم بفرستم منطقه تو از باقی امتحانا محروم شی؟ آقا به خدا رو زمین ما پیداش. ساکت باش بزنم دندونات بریزه تو حلقت. آخه بیا آخه خجالت نمیکشی با این سن و سالت؟ خودت بگو باهات چی کار کنم. یالا تلفن رو برای زنگ بزن پدر مادرت بیان مدرسه. آقا نه آقا غلط کردیم. آقا غلط کردیم که نشد حرف که. معتمدی اگر میخوای ولت کنم فقط به من بگو اینو کی بهت داده. بیا با تو حرف نمیزنم، این سی دی رو کی بهت داده معتمدی؟ برات خیلی گرون تمام میشه، دست از سرت بر نمیدارم آقا. تا پدر مادرت اینجا نیان ولت نمی کنم معتمدی. امروز تو مدرسه چی شده؟ چیز خاصی نیست. پس برای چی باید بیام مدرسه؟ هیچی بابا، امروز تو مدرسه یه سی دی افتاده بود کف سالن اون موقع امتحانا، اونم فکر کردم مال منه. همین افتاده بود کف سالن؟ آره دیگه. خب برش نمیداشتی؟ آدم ها شما سرتون از رو برگ خوده. امتحانه تموم شد معتمدی به دفتر. آقا زود بنویسید وقت ندارید. یه سی دی گم شده بود تو هم پیداش کردی به همین راحتی. آخه لاابالیگری هم حدی داره بچه، همش دنبال مسخره بازی و لودگی. امروز مادر سعیدم اومده بود، میدونی برای چی؟ برای اینکه به خاطر درس و اخلاق پسرش ازش تشکر بکنه. تازه پدرش هم فوت کرده. مادرش میگفت پسرم مرد خونه است. اون وقت ما خودمونو اینقدر به خاطر تو به آب و آتیش میزنیم که تو یه چیزی بشی، وقت دستمزدمونو اینجوری میدی. اصلا ببینم تو میدونی اون فیلم ها مال چه جور آدماییه؟ مال یه مش آدم لات بی سر و پا. دق کردم والا دارم دق میکنم از دست کارات. میفهمی داری به کجاها میری؟ آره من میفهمم، تو نمیفهمی چی میگی. نگهدار میخوام پیاده شم. نمیشه. بهت گفتم نگهدار میخوام پیاده شم. خستم کردی آدم که نکشتم نگهدار. نمیشه. گفتم بهت نگهدار. بهت میگم نگهدار. بچه پرت میشی بیرون وایسا. گفتم نگهدار. نکن بچه پرت میشی بیرون. بچه اصلا میخوام بچه به تو چه.
ببین آقا بسر، نکنه تو فیلمونی خیلی کانته بازی. فکر نباشم، پنج ثانیه وقت بریم آدم شروع کنیم. آرش، اینو باش، میخواد ما رو بهتری کنه. آه بابا چرا هلت زدی؟ آرش، در باز کن، میخوام با حرف بزنم. آرش، خیلی خوب، قبول دارم، منم یکم عصبانی بودم. حالا باز کن درو. میفهمی چی دارم میگم؟ نه، نمیفهمم چی میگی. نمیخوامم بفهمم. ازتون بدم میاد. میخوام تنها باشم، اینو میفهمی؟ چکریم برای من سوالو ندیدی؟ آقا گفتی سوالات امشب همه تلف میما. چه خبر شده؟ بهتون نگفتم امشب تولدشه. ای چی شده؟ با صورت تو تیغ زدی؟ خواستم شارگمو بزنم، اشتباهی چونمو خط انداختم. بیا بگیرش، ببین امروز برات گرفتم. اینو؟ اینا که تازه دامادا میپوشن نه من؟ نکنه عروسی و ما خبر نداشتیم ها؟ نه بابا، عروسی کجا بوده؟ اه پس عروسی نیست. من فکر کردم عروسی شماست و میخواین سورپرایزم کنی. آرش این حرفا چیه میزنی؟ بهتر به جای تیکه انداختن زودتر حاضرشی برین. امشب همه خونه خاله زری جمعن. من نمیام. آرش دوباره شروع نکن، و تمام حرفامونو با هم زدیم. مامان شما زدی اما منم باید جواب بدم یا نه؟ خیلی خوب بفهمه. گوش بله به شرطی که گوش کنی، نخونی همش حرفای خودتون رو پشت سر هم دیگه تکرار بکنی. نه باشه، اصلا لال میشم. خوبه؟ نه فقط گوش کن. من قرار باشه بیام تو اون مهمونی و این لباسای مسخره رو بپوشم و بعضیا رو ببینم که دور و بر مادرم میپلکن، خب ممکنه نتونم خودم رو کنترل کنم، اون وقت حسابی گرد و خاک را بندازم. بعد هم خط تو این لباسا به هم میریزه، هم قیافه طرف و هم اینکه هم اعصاب مادرم. میبینی که اومدن من به نفع هیچ کس نیست. آرش این حرفا چیه داری میزنی؟ اصلا از کجا معلومه بعضیا امشب اونجا باشن ها؟ از اونجا که اگه نبودن مامان جونم اینقدر ترگل و برگل نمیکرد. خوش به حالت. هرچی ما جوونا دل مرده ایم شماها تلافی کردی. ببین دیگه رو تو زیاد نمیکنی ها، الانم زودتر حاضر شو بری. هیچ وقت این بابا در دسترس نیست. الو سلام بابا. از همیشه بهتره. بد اخلاقیاش تا وقتی بودش که تو شوهرش بودی، حالا دیگه خوش اخلاق شده. کاری داشتی زنگ زدی؟ هیچی، دلم واسه تون تنگ شده. شما که واسه ما دلت تنگ نمیشه که. بابا جا میشه چند دقیقه دیگه زنگ بزنی؟ خودم بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. الو شما آژانس میخواستین؟ سلام سیاوش. داشتیم کم کم راه می افتادی. نگفتی کجایی؟ من همینجا هم توی کوچه‌تون. تو کوچه ما؟ شوخی نکن. سیاوش این کارا چیه تو میکنی؟ برای چی اومدی اینجا؟ بابا آرش تو رو ببینه قیامت را میندازه ها. بذار خودم باش حرف بزنم. از چی میترسی؟ بعض از اینی که هست بدتر نمیشه. چرا از اینی که هست خیلی میتونه بدتر بشه؟ گفتم که الان وقتش نیست. چرا اینقدر ملاحظه اونو میکنی؟ منم دوست داشتم امشب توی اون مهمونی حاضر باشم، ولی به خاطر اون مجبورم که نیام.
ببین من دیگه نمیتونم حرف بزنم، فقط زودتر برو تو رو خدا تا تو رو نایده. خدافز. آرش 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 بایسو بایسو دیگه. توجه به حجم لایه تحصیلاتی چاره نداره. میتونی اسمان ببخشید. سلام آزر. امین من دیگه خسته شدم، نمیدونم با آرش چی کار باید بکنم، اصلا حرفمو نمیخونه. تو هم که انگار نه انگار پدرشی، اصلا یادت رفته پسری داری که باید بالا سرش باشه. اونا که همش تکراریه، خبر تازه چیه؟ اما من دیگه خسته شدم، میفهمی؟ خسته شدم. از کدومش بگم؟ از علافیاش، از دوستاش، از دیر اومدناش، از چت و شب زنده داریاش، از فیلمای مزخرف و نمیدونم هزار چه گفت و زهر ماره دیگه. از کدومش بگم؟ تا میام حرف بزنم گیر میده به غلطی که میخوام بکنم و صد تا تیکه و مزخرف بارم میکنه. منتظرش بودم، میدونستم. پس چی شد اون کتابای روانشناسی کودکانت؟ کی بود اونو به زور از من گرفت؟ بس دیگه. آره آره همش تقصیر من بود. خوبه همینو میخواستی بشنوی دیگه؟ گوشو بده باش حرف بزنم. نیستش خونه، تازگیام تا بهش حرف میزنم میزن از در خونه بیرون. خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش. چجوری میتونم آروم باشم؟ اعصابم خورد. من پیداش میکنم. آدرس دوستشو داری؟ بی خیال بابا کجایی؟ فیلیپی هم الان بگو رفیق هم اومد، رفیق هم الان هست. یه سیگار هم بکشیم. وقت تو ماهی نش ندیدن. بله لطفاً به آرش بگید بیاد پایین. شما؟ من پدرشم. بله چند لحظه؟ بابای آرش، با آرش کار داره. آرش، بابات. بابای من
خبر. از کجا فهمیده من اینجا؟ کار مامانم مطمئن. ببین من باید برم از بچه ها خدا فیزم. سلام بابا. مهمونی بود؟ از کجا فهمیدی من اینجا؟ مامان خبرتون کرد؟ پرسیدم مهمونی بود؟ منم مهمون ناخونده بودم. با همچی دوستایی نباید بهت بد گذشته باشه. مگه شما دوستایی منو میشناسی؟ شناختن اونا زیادم سخت نیست. اینا چیه؟ تصیبارای خوشبویه که مثل نقل نباید از اون بالا میداختن پایین. اینا چه جور دوستایی هستن که تو داری؟ ببین بابا، توی اونجا من فقط هومن و سعید رو میشناسم که اونا هم اهل اینجور کارا نیستن. گناه بقیه رو هم به پای من ننویسین، چون من از بوی سیگار حالم به هم میخوره، چه برسه به آشغالای دیگه. تازه مامان و بابای سوهیل هم بودن. باور نمیکنی میتونیم بیاییم با هم بریم ببینیم. چرا باور میکنم، ولی دیگه نمیخوام اینجور جواب ببینم. را بیفتریم. من بر نمیگردم اون خونه. چرا؟ چای بهتری سراغ داری؟ بله لازم باشه کنار خیابون میخوابم، اما بر نمیگردم به اون خونه. یعنی مادرت انقدر به جفا کرده؟ خب بابا شما چی خبر داری؟ اونقدر هم که فکر میکنی بی خبر نیستم. البته در این مورد شما هم بی تقصیر نیستین. من؟ بله، اگه شما بودین پای اون یارو هیچ وقت به زندگی ما باز نمیشد. چه ربطی داره؟ ضمناً بذار یک بار برای همیشه نظر منو راجع به اون یارو بدونی. مادرت حق زندگی داره. نباید به خاطر این کار سرزنشش کرد. حالا چرا وقتی از خونه زدی بیرون نمیاد پیش من؟ پیش شما؟ شما تا حالا واسه من وقت داشتی؟ این کجا این خونه هیچ فرقی نکرده. من فکر میکردم بریم خونه فرمانیه. اشتباه فکر کردی پسرم. بذار بابا بمیره تازه میفهمی که خونه پدری چه حالی داره. میبینی آرش، اینجا هیچ تغییری نکرده. آرش، مطمئنی نمیخوری؟ از اینکه تنها زندگی میکنی و صدت سر نمیره؟ چرا؟ ولی قرار نیست تنها باشم. نترس بابا، منظورم اینه که تو پیش من میمونی دیگه. واقعا میخوایم اینجا بمونم؟ آخه مامان همیشه میگه که تو رو خدا حداقل راجع به این موضوع دیگه ول کن که مامان چی میگه. یعنی از نظر شما اشکال نداره؟ از نظر تو اشکال داره؟ از نظر من؟ نه، مامانم که حتما از خداش. آرش بذار مادرت زندگی شو. شما چرا اینو میگی؟ برای اینکه منم میخوام زندگیمو بکنم. دوست ندارم که دائم میان تو و اون میان بگردی کنم. نه مطابق. البته امروز یکم بوی رنگ میده. اینم از تراسه. منظره زیبا، آسمون آبی. بابا، چرا در اون اتاق بسته است؟ چون باید بسته بمونه. چرا؟ اونجا اتاق جوانی های باباته. خب همین. خب، اتاقت چطوره؟ خوبه. کلیدشو بیارم. علی
الو آرش جان، هنوز بیدار نشدی مادر؟ با این معدل دیگه موبایل من پرید. بیا خیالت راحت شد؟ چی میگی اصلا تو این وسط؟ ببینم معدل خودت چند شد آقای خرخون. من خیلی دوست داری بدونی. آره 19 و 25 هنر کرد. 19 و 25 اگه بابای منم میذاشت اون رشته که خودم دوست دارم بخونم، الان معدل من شما دکتر خنگلا چی بیشتر شده بود. من فقط میخواستم مادرمو خوشحال کنم. خداحافظ. سلام بابا. سلام آرش، مادرت بود.
سفارش پیتزا دادم، شام که نخوردی؟ نه، نخوردم. مادرم میخواست ببینه کلاس زبانت چطور بود. بهش بگین تو، عالی. سلام. سلام. چطوری؟ مرسی، خوبی؟ چطور شدی؟ مرسی، ممنون. ترافیک بودی خودم از همه داری؟ آره، خوبه. الو، سلام، خسته نباشید. سلام. یه شماره میخواستم با آدرس فرشته کوچه نسترن پلاک 254. اسم فامیل ندارم فامیلشونو. اینجوری که نمیشه آخه. به موقع اومد. مگه میشه مواظبش نباشم؟ ناسلامتی پدرشم. حالا بذاری مدت اینجا باشه. آره، تو همین خونه اروا تا هر وقت دلش بخواد نگهش میدارم. چرا نداره؟ این کاری که تو داری میکنی از ظرفیت اون بچه خارجه، میفهمی؟ نمیخوای بوش کنی؟ من نمیتونم اینو قبول کنم. متوجه نمیشم. برای چی؟ اصلا نمیخوام تو رو ناراحت کنم. بس کن آذر. همه ی زندگیت شده پسرت. پس خودت چی؟ از روزی که تو وارد زندگی ما شدی، آرش به کل اخلاقش فرق کرده. روز به روز بدتر شده. من نمیتونم نسبت به اون بی‌تفاوت باشم. اینو میتونی بفهمی؟ مخصوصا تو این سن. من فکر میکنم بهتره یه مدت هم دیگر رو نبینیم. اینقدر زود وا نده آذر. من میتونم با اون دوست بشم، حتی میتونم کاری کنم که اون به من علاقمند بشه. فقط گفتم یه کمی وقت لازم دارم. بیفایده است سیاوش. این پنچر نیست، سوراخش کردم. ببین نگاه کن، معلومه. آرش، ببین کیه زنگ میزنه این موقع شب. سلام آقا، بی زحمت مایونه بچه ها رو بده. خدا بده برکت. سلام علی آقا، بی زحمت مایونه بچه ها رو بده. بفرم. خدا بده برکت. نازنین خانم. سلام. شمایی؟ شما اسم من از کجا میدونی؟ ببخشید، میخواستم با اتون حرف بزنم. این وقت شب. خب اگه شماره تلفنتون داشتم اینطوری اینجا مزاحمتون نمیشدم. ببخشید. خب یه لحظه گوش کنید، اگه شماره تلفنتون نمیدید لااقل شماره تلفن منو حفظ کنید. 220-44-33. باش، حتما یادم میمونه. راستیاتون نره، باید یه دو به اول شماره اضافه کنید. بله. ببخشید، من در آقای بقایی. نه خیر، اشتباس. آخه مگه شماره گرفتن چه کار سختی؟
چیه پره اون تو فکری؟ این چی برده بودن؟ این چیه بابا؟ امپیتریه ما قدیمی هم اینه سکرچ میمونه این هم سیدیش جوانا چی از زندگیتون فهمیدن؟ یه وقت صبر کن ما که به سن شما بودیم جوانی کردیم حسابی جوانی کردیم اینا گوش کن بلند شو مال زمان جوانی های ماست بلند شو من بلد نیستم من نمیتونم در بلند شو بیا بس بایدم یاد بری آره بیا کافیه غیر بدی فرد بیا پا بالا بیا پایین بار بالا پسر ایور بابا چه سمساری را نخته آرش این کنه بوگی چیه؟ اومد دست نزن بابا نترس بابا بیا دیگه آرش این خوش دیگه کیه؟ بابا من ایور آرش بابا چون بوده؟ تگ و دنها توی این اتاق بی تو هستم حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره توی این شب بهاری تو دور از من بیا پیشش نازنین بهش بگو آره 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 بهاره میام پیش دوباره آرش بی تو سردمه اصلا تو رو مثل که جب گرفته پسر اصلا میخوای بگم چیه از بس جلوی پنجره مثل لولوی سرخرمن علم شدی دختره فکر کرده چه خبره گل بگیریم پنجره و رسوات کرد تو که ندیدیش که آرش خودشی بودو بیا کو اینا اینا کو گم شو اینکه نازده خودته که مسخره آقا ما مردیم از بس تو این پنجره پیره مرد میره زندید زدیم ولی خب اقا قور نزن دیگه اومد بیا بودو من بپر بریم دنبالش اومد بودو بودو بیا ویلکم باو تالا حواسا سری کار دست بمونی بیا پایین من بیا پایین میخوایم ماشین باهار بزنیم یه درم برنامه امروز خیلی مهمه باید سعی کنیم استرس نداشته باشیم نازنین خانوم چرا ایستادی بریم دیگه؟ نازنین خانم منو به جا آوردین؟ ببینم شما اصلا چی میخوای؟ به چه حقی اسم صدا میکنین؟ من چرا ناراحت شدین؟ من فقط میخواستم ببینم چرا بهم زنگ نزدین؟ من کلی تو خونه منتظرتون شدم جالبه، باید میزدم؟ من اگه جای شما بودم میزدم شاید الان بخوام جبرانش کنم واقعا که اما ببینید شما رو به قهوه دعوت بکنم البته بعده شما بهتر بفهمین با دوستتون قهوه میل کنیم آقای رمبو دیگه هم مزاحم من نمیشه فهمیدی؟
سلام بابا. کی گفت بیای تو این اتاق؟ معذرت میخوام. نتونستم جلو کنجکاوی خودمو بگیرم. من فقط میخواستم ببینم اتاق جوونیاتون چه شکلی بوده. همین. بیرون آرش. سلام، یه لحظه تشریف میارین دمه در؟ شما؟ یه سفارش دسته گل داشتی. بله. سلام، تولدتون مبارک. شما چرا این کارا رو میکنین؟ ناراحتتون میکنه؟ خواهش میکنم بریم، مامانم الان برمیگرده خونه. اگه اینو قبول کنین منم زود میرم. ممنون، ولی نمیتونم قبول کنم. شما چرا داری باید من بازی میکنی؟ ببین اگه من توی محل موندم فقط به خاطر شماست. اگه این بازی رو دادم بدی من از اینجا میرم. اگه امشب بهم زنگ نزنی دیگه من اینجا نمیبینی. دوستان حق دارن که میگن تو دماغ فیل افتادی. الو بله. واقعا تحقیقی که کردی جدی بود؟ اون تهدید نبود. بساطمو جمع کرده بودم داشتم میرفتم. واقعا؟ میخواستی سر به کوه بیابون بذاری؟ پس اونطور هم که نشون میدی زیاد سمج نیستی. راستش سر دو روز نشده برمیگشتم. بهتر بگی چرا اینقدر اصرار داری که با من صحبت کنی. خب چون که من عاشق موسیقی هم. خب این چه ربطی به من داره؟ یعنی از وقتی که من صدای پیانوی شما رو شنیدم تازه فهمیدم که من چقدر به موسیقی علاقه‌مندم. اما اینو قبلا نمیدونستم. چه خوب بلدی خودتون رو از مهلک نجات بدی. معلومه خیلی هم تمرین دارین. نه شما میدونین که اولین دختری هستین که من تو عمرم دارم باهاش صحبت. البته اولین از نوع پیانیستش. نه هیچ میدونین که حاضر جوابی زیادی از حدم گاهی وقت آزار دهنده است. چیه؟ اگه ناراحتی میتونی قطع کنی؟ نه سب کنی. خداحافظ. الو میدونین چه موقعی آزار دهنده است؟
وقتی که طرف مقابل کم میاره. ولی به قیافتو نمیخوره اصلا کم بیاری. تا همین چند دقیقه پیش خودم هم همین فکر رو میکردم. پس آشتی کردیم دیگه. میتونم ببینم اتون؟ برای چی؟ خب میخوام با تون حرف بزنم. فلان حولی نمیدم تا ببینم. گوش کنی، پس ساعت 5 روبروی پله برقی اسکان خوبه؟ گفتم تا ببینم. ببینیم، من منتظرم. و خدافز. خدافز. سلام، چی شده؟ از من میپرسی؟ همین فردا این خراب شده رو ترک میکنیم و برمیگردیم خونه فرمانیه. همین تصمیم رو تو همین نیم ساعت گرفتی؟ نیم ساعت نه، تو همین چند دقیقه پیش، وقتی فهمیدم پسرم تو این خونه و زیر سایه پدرش کار میکنه. مگه چی کار کردم؟ حالا خوبه نه اینجا چت میکنم نه بیرون میرم نه چیز دیگه ای. ما با هم حرف زدیم آرش. مگه من چی کار کردم؟ تا حالا فکر میکردم فقط مامانی که بهم زور میگه و گیر میده. حالا فهمیدم که از دستت چی کشیده. یه پسر آسی و بیمنطق و خودخواه. خیلی خوب دیگه نمیخواد آب رو بگیری. مرد که گریه نمیکنه. بلند شو بزن صورتت. بلند شو. بابا هر کی هر چی بهم بگه واسه مهم نیست. اما حتی اخم شما رو هم نمیتونم تحمل بکنم. آره من میگه چه پسر بچه ننه ای دارم نه؟ نه پسرم، من به تو افتخار میکنم. بابا ما من و نازنین فقط با هم حرف زدیم همین. ولی به همینجا ختم نمیشه. گرفتارش بشی دیگه کارت تمومه. سلام. خوب هستی؟ مرسی. خسته نباشی. میدونستم که میاد. من زیاد نمیتونم بمونم. از خودتون بگین. من از خودم بگم؟ مثل که شما به اندازه یه عمر حرف داشتین. شما نه، تو. من اینطوری راحت‌ترم. ولی من فقط به این فکر میکنم که خودم چطوری راحتم. خیلی خوب، من آماده‌ام میشنوم. فکرشو بکن. چه حرفایی آماده کرده بودم که بهتون بزنم، اما حالا حتی یک کلمش هم یادم نمیاد. اصلا باورم نمیشه که شما رو بروی من نشستی. شما دقیقا چند سالتونه؟ 18 و خیلی خوب 16 سالم. شما چی؟ منم 16. شما با پدرتون زندگی میکنی؟ قبلا پیش مادرم بودم، ولی خیلی با اون آبمون توی جوب نمیره. میدونی خیلی میخواد هوامو داشته باشه، اما همینش کلافم میکنه. آخه میدونی همه بزرگترها یه جوری خوششون میاد امر و نهی بکنن. من دیگه دیرم شده، بریم. بازم میتونم ببینمتون؟ من خب تو راه فرنگ سرا تا خونه رو که میتونیم با هم دیگه باشیم. ها نمیدونم.
به امید این که ببینمش تمام روز را جلوی مدرسه‌اش ایستادم، اما الهه نیامد، مدرسه نرفته بود. ای کاش فقط همون روز بود. تمام هفته نتونستم ببینمش، خیلی کلافه بودم. دیگه دارم دیوونه میشم، تحمل این شرایط هر روز برام سخت‌تر میشه. شنبه 10 شهریور 47، امروز بابا با دعوای سختی داشتم، اونم حرف منو نمیفهم. زود بیدار شدین ها؟ امروز من میخواستم صابونه رو درست کنم. چیز مهمی نیست. آخ بابا، دیشب جایی رفتین؟ بعضی شبا که خوابم نمیاد، برای با ماشین میرم تو خیابون یه گشت میزنم. حالا چرا با کادیلاک؟ اشکالی داره؟ نه، قبلا فکر میکردم آخو از اون ماشین استفاده نمیکنم، اما بعد از دیدن اون پخش و لاستیکای اینو خیلی تعجب کردم. اون ماشین بابا بزرگته، کلی ازش خاطره دارم. کلی باش جوونی کردین، چرا اینو نمیگی؟ خیلی خوب دیگه، من دیرم شده میرم، اگه کار داشتیم هم تلفن بزن. وای چقدر خونه. تو دوست داری تو کدومی که از این خونه ها زندگی کنی؟ همینی که الان توش زندگی میکنم. نه منظورم الان نیست، منظورم خونه ایدئالته. بگو چه جور خونه ای دوست داری؟ ببین مثلا طبقه آخری برج مثل اون، یا یه خونه ویلایی مثل همین خونه هایی که اینجا دور و برمونه. اینو ببین، این خونه رویاهای منه. کوچیک که بودم همیشه آرزوم پشت ویترین سر کوچه‌مون دیدن این بود. وقتی با مامانم از اونجا رد میشدیم، دستم از دستش میکشیدم، میدویدم میرفتم اونجا وای میستادم و همینطوری نگاش میکردم. وقتی بالاخره مامانم اونو برام خرید، نمیدونی چقدر خوشحال شدم. تو نمیتونی باور کنی، توی این سالها هر وقت دلم میگیره یا چیزی ناراحت هم میکنه، فقط کافی اینو چند دقیقه بذارم جلوم بهش زل بزنم. نمیدونم چرا، ولی ولی یه جوری آرومم میکنه. چه آرامش عجیبی به آدم میده. مال تو؟ نه، آدم که خونه رویاهاشو به هر کسی نمیده که. خب من اینو به هر کسی ندادم. بله؟ الو نازنین، سلام. شما کی هستین؟ اسم دختر منو از کجا میدونی؟ ببخشید، منزل آقای مرتضوی نیست؟ نه خیر، خودتی. معذرت میخوام، ببخشید. منتظر تلفن بودی؟ نه. حالا نمیشه این برنامه کلاساتو یه جوری تنظیم بکنی که ما هر روز همدیگر رو ببینیم؟ منم از تلفن زدن معاف بشن. حالا برو دعا کن که بابام گوشی رو بر نداشت. و یعنی از همین دو سه روز کلاس تو هفته هم که محرومم کرده بودی. یعنی دیگه نمیدیدمت؟ آرش، ما باید خیلی مراقب باشیم. داری درس میخونی؟ یالا زود باش برو لباس عوض کن، بیا پیش مهمونا. زود باش. خوش آمدی نازنین، بیا دیگه مادر. به به، قرمه سبزی. از کجا میدونستی من قرمه سبزی دوست دارم؟ ببینم به خوبی دستپخت مامان هست یا نه. دیر کردی، با مامان رفته بودیم بیرون. پس با مامان بودی؟ دروغ که تحویلم میدی، با
با دختر همسایه هم قول قرار میذاری. این پسری نبود که من توقع داشتم. من سر کوچه دیدمش. خب مسیرمونم که یکیه. با هم دیگه اومدیم همین. همیشه یک دروغ دروغ دیگه ای رو هم همراهش میاره. پس اگه میخوای دروغ دیگه ای به پدرت نگی این جریانو همینجا تمومش کن. کدوم جریانو؟ دختر همسایه رو. یه پسر خوب همیشه حرف پدرش رو گوش میکنه. اگه ازت بر نمیاد برگرد پیش مادرت. اونجا فرصت کافی داری که فراموشش کنی. آرش کجا میری؟ یه پسر خوب همیشه حرف پدرش رو گوش میکنه. پدر بزرگوار تو اون رفتی. الو آرش. آرش خونه نیست. ببخشید. فهمیدم پسر خوبی هست. بریم تو. الو. بزن چه خرابکاری کردم. چی؟ بابات فهمید؟ نه بابای تو فهمید. پس تو هم بند آب دادی. خیلی بد میشه. داری با کی صحبت میکنی؟ بابا من گوشی بده ببینم کنه اولاقیه. بابا الو چرا لار شدی؟ عوض یک کسافت پیدات میکنم. اینجوری از اعتماد من و مادر سو استفاده میکنی ها؟ چی شده بهرام؟ چرا اینقدر دادگار میکنی؟ از دختر نازنینت بپرس. هیچ میدونه از جا که میره بیرون چی کارا میکنه کجا میره؟ یعنی چی؟ این چه حرفیه میزنی؟ بگو کی بود؟ بگو کی بود؟ مگه کی بود؟ نازنین بگو دیگه. هیچ که نبود. آنایتا بود. آنایتا بود ها؟ فکر میکنی من خرم؟ بهرام کلاس پیانو دیگه بی کلاس. فهمیدی؟ همینو میخواستی؟ خیالت راحت شد؟ دیگه حق نداره تنها پاشو بیرون بذاره. هر کجا که بخواد بره با خودت میبری، با خودت میاری. بفهمم تنها بیرون رفته دیگه بیانو رو بذاره. قلم پاشم پود میکنم. چه ساده بودیم که به هم دل داده بودیم. توی این عشق خیالی بدجوری افتاده بودیم. خیلی حال میکنین تو این دره میزنین نه؟ تو هم خیلی حال میکردی اگه بخواد در نازنی خانم خود در این بلاش. نه بابا این حرفا چیه؟ ایشالله یا خودش میاد یا خبر مرگش. او ویلکوم بابا عزیز من. اونی که فت و فرمونه دختره تیتیش موانی مامان. مگه نه سعی؟ آره بابا این نشد یکی دیگه. بلنشین بریم پی کارتون ببینم. بیا هنوز هیچی نشده. رفیقای چندین و چند سالشو فروخ به رفیق نیمه راه از راه نرسیده. اومد حالا حوصله شوخی ندارم. میفهمی؟ شوخی کدومه عزیز من؟ جدی میگم. آدم عاقلی که خودشو فدای این دختره بی وفا نمیکنه. اینا رو فقط بعد سر کار گذاش عزیز من. راست میگه. وایسا. اون من نمیفهمم. ما که رفیقاش اینا رو بهش نگیم کی بعدش بگه؟ والا منم موندم. باشه نادر شهردی. باشه بابا یا آرش داشتمون الان دستمون پرید. هوایی شد. آرش. آرش. فعلا اینجا زنگ نزن. باشه. یه مدت به من کاری نداشته باش. آرش بابام خیلی عصبانیه. فهمیده تو اون شب مشکل رو پنچر کردی. ببین نازنین من میخواستم ازت معذرت خواهی کنم. الانم بابام نمیدونه گوشی رو برداشتم. نازنین کجایی؟ الان نازنین گوش کن.
الو نازنی، دیوونه شدی بابا؟ خونه هست. چرا پرده اتاقت کشیده است؟ چرا کلاس نیومدی تو؟ من که بهت گفته بودم اگه بابا بزنه، من یکی با این حرفو پا پس نمیکشم. از الان تا آخر عمرم هم هیچ کاری جز دوست داشتن تو ندارم. فرش خواهش میکنم، تو بابای منو نمیشناسی. اگه لازم باشه میام با باباتم صحبت میکنم. نازنین مگه ما چیکار کردیم که با ما اینطوری میکنن؟ فرش نه با چی میزنی؟ بسه نازنین، ازت خواهش میکنم فقط یک لحظه بیادم پنجره. نازنین من تو رو دوست دارم، از وقتی که تو رو دیدم من حتی بدون تو نمیتونم زندگی کنم. آرش خواهش میکنم گریه نکن. آرش گریه نکن دیگه. خب تو میگی من چی کار؟ خب من به تو چی بگم آخه؟ من و پدرت هر چی که میگیم خیر و صلاح تو رو میخوایم. تو هنوز خیلی بچه ای نازنین. من بچه‌ام؟ شما که همیشه میگفتی وقتی اومدی خونه بابا عروسکت هم جزو جهیزیت آورده بودی. ببین عزیزم، من از زندگیم گله من نیستم، ولی این ازدواج خواست من نبود. آره مگه من چند سالم بود؟ 15 سال بیشتر نداشتم. یه وقت چشم باز کردم دیدم شماها دور و برم رو گرفتی. من از بچگیم هیچی نفهمیدم نازنین، هیچی. فکر نمی کنم معنی زندگی فقط این باشه. تو همه امید و آرزوی منی نازنین. دلم میخواد درس بخونی، برای خودت کسی بشی، دست تو جیب خودت بره، نه مثل من که برای خریدن هر چیزی باید دستم جلوی پدرت دراز کنم. ولی مامان اگه عاشق بابا بودی اینطوری نمیگفتی. خیلی وقت منتظرمه. عمت اینا بعد از مدت ها دارم میان اینجا. وایسا به من کمک کن. مامان آخه آنایتو خیلی وقت منتظرم، قرار داریم. من نمیدونم از بابات اجازه گرفتی؟ مامان خواهی بهش بگو دیگه. باشه برو، ولی زود برمیگردی یا. چشم خدا. نازنی دیر نمی کنی یا. باشه. تو کجا؟ الان برمی کنم. نازنی کجا داری میری؟ سلام. سلام زهر مار، کجا داری میری؟ من برگرد داریم برو. بشین. سلام. سلام پسرم، من صرف نازنی یه پیغام برات دارم. چی شده؟ تو هنوز دهن دوشیر میده پسر. اگه پسر خودم هم بود همین کار میکردم تا دست از سر دختر مردم برداره. آقای مهندس جلوی پسرتو بگیر. آقای عبداللهی، آقای عبداللهی اجازه میدین منم حرف بزنم؟ خب بفرمایید. من میفهمم شما چی میگین، بهتونم حق میدم، همه اینایی هم که گفتین میشه کرد،
ولی فکر نمی‌کنید با سختگیری اوضاع از اینی که بدتر میشه؟ منظورتون چیه؟ منو تهدید می‌کنید؟ نه آقای عبداللهی، من شما رو تهدید نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم این کار شما باعث میشه که اونا جدی‌تر بشن. آقای مهندس می‌فهمم، یعنی اجازه بدم دخترم تمام هوش و حواسش تلفن قرار با یه الف بچه باشه، به جای اینکه جلوی پسرتون رو بگیرین و اونو نصیحت کنید، بنده رو نصیحت می‌کنید. من که دیگه اینجوریشو ندیده بودم والا. اینجوری که شما بهش رو میدین باید در همسایه‌ام به سطوح بیاره. آقای مهندس برای بار آخری میگم، جلوی پسرتو بگیر، نذار کاری کنم که توی در همسایگی نتونیم توی چشم نگاه کنیم. سلام بابا. سلام بابا، من باید باهاتون حرف بزنم. میبینی که کار دارم، میشه مزاحم نشی؟ آرش جات خیلی تو خونه خالیه، دوست نداری برگردی؟ برگردم. آره. چیه؟ بابا عذرمو خواسته؟ میتونست به خودم بگه. آرش جان اصلا این حرفا نیست، بابات الان یکم عصبانیه، فقط همین. اون لابد فکر میکنه، نمیدونم، فکر میکنه که تو اینجور شرایط پسرا با مادرشون صحبت کنن نتیجه بهتری میده. خب چی میگی؟ آرش حواست به منه؟ مامان خواهش میکنم، من حالم خوب نیست. قضیه این دختره چیه؟ بگو به من. دختره؟ مامان ما فقط هم دیگر دوست داریم، همین. اما اون تو این محل آبرو داره، باید به فکر آبروی اونم باشی آخه. من آبروی کسی رو نبردم. آرش خواهش میکنم از این قضیه بگذر، ما صلاح تو رو میخوایم، والا صلاح تو رو میخوایم. مراقب خودت باش. تو که هنوز نشستی؟ پاشو یالا حاضرشو بابات منتظره. زود باش. من نمیام. تو غلط میکنی، مگه بقیه الافی تو هن؟ مگه من چی کار کردم اینقدر اذیتم میکنی؟ همه دوستای من آزادن، هر جا میخوان میرن، با هر کی دوست دارن رفت آمد میکنن، کوه میرن، سینما میرن، کافی شاپ میرن، مهمونی میرن، ولی من حق ندارم با اونا هیچ جا برم. چرا تو با این سنت خود نمیتونی تصمیم بگیری؟ چرا همه چی رو باید بابا بهت بگه؟ این کار بکن، اون کار نکن، اینجا برو، اونجا نرو. تو بدون اجازه اون نمیتونی آب بخوری، نمیتونی تو سر کوچه برای خرید بری. این فضولیا به تو نیومده، هر کسی یه جور زندگی میکنه، روش زندگی ما هم اینطوریه. پدر تو دوست نداره با هر کسی حرف بزنی یا هر جایی بری، میفهمی یا نمیفهمی؟ ما هم که نمیتونیم به هر کسی اعتماد بکنیم. منم نمیتونم سر هر چیز علکی با پدر جر و بس را بندازم. سیما چیکار داری میکنی؟ زود باشین. داریم میای بهرام، اومدیم. الو چطوری میمرام؟ چند وقت بعد جوری رفیقای فاق قدیمی رو فراموش کردی؟ جمعش کن با اتم با این نازنین خانومه. هومن بالاخره ما حقا با گل داری میارم؟ حوصله ندارم، میخوام تنها باشم. آها، علائم بیماری مشخص شد، دعوت هم پیش کیه؟ دکتر هومن رسولی دارای برد تخصصی. هومن جان میگم حوصله ندارم، فردا هم در خدمتیم، هیچ
بهانه ای پذیرفته نیست. ویزیت تمام شد نشه؟ الو آذر. الو امین. باش حرف زدی؟ آره باش حرف زدم. خب چی شد؟ نگاهش به من بود اما افکارش خدا میدونه کجا. تو رو خدا یه کاری میکنه. والا منم موندم دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. پسرمون داره از بین میره. تو ازش خواستی که یه مدت بیاد پیش تو بمونه؟ نه نه. چرا؟ جرأت نکردم. بهتره یه چند روزی پیش خودت بمونه. باشه فعلا کاری نداری؟ امین تو رو خدا یه کاری بکن. پسرمون داره از دست میره. باشه حتما حتما. فعلا خدافظ. خدافظ. که بچن و تکلیفشون معلومه. اینجا من و شما هستیم که باید جوابگوی اعمال و رفتار اونا باشیم. اگه اونا رو به حال خودشون بذاریم یا خدایی نکرده با رفتارمون مشوقشون باشیم، میدونین تا کجا میتونن پیش برن؟ ما خودمون مقتضیات این دوره رو میدونیم آقای عبداللهی. به قول معروف عشق از این در اومد، عقل و منطق از اون در میره بیرون. تو این شرایطی ما هستیم که باید اونا رو زیر پروبال خودمون بگیریم و نذاریم راهی که توش افتادن به بیراهه بره. خب حالا پیشنهاد جناب علی چیه؟ به نظر من حالا که تا این حد به هم علاقه من شدن بهتر اونا رو بر هم نامزد کنیم. نه مهندس، نه. بچه ها تو این سن و سال باید دنبال درس و تحصیلشون برن. برای اون کارام سالها وقت دارن. خودشون که به سن عقل رسیدن و تونستن خوب و بدشون رو تشخیص بدن، اون وقت میتونن راه آیندهشون رو انتخاب کنن. که اینطور. خیلی خوب. عذر میخوام از اینکه مزاحم شدم. سلام. کجا آقای مهندس؟ چای آوردن؟ باشه وقت دیگه. مرحمت زیاد. ای بابا. ببینم آقای شاعر ما مشغول چه دورفشانیاییه. میشه بابا نخونین دوست ندارم. از کی تا حالا بابا نامحرم شده؟ نازنینم بابا، باورم آن است که آن رشته عهد و میثاقی که با عشق و آه به هم پیوست میشه نخونینش؟ به ابدیت میپیوندد و در ماورای زمان به هم گره میخورد. بابا میگم دوست ندارم بخونین. حق گرفتنیه ندادنی. اگه میخونی بگید گرفتنیه ندادنی. بگید دیگه. میگیرمش. آله دیدین گرفتمش. عجب سمجی هستی بابا. درسته پیر شدم ولی. خب حالا پاش شال و کلاه کن بریم یه گشتی بزنیم. حاصل ندارم. خب میخوای اینجا بشینی تا که یه قصه بخوری. اونجا رو میبینی آرش؟ اونجا جاییه که من مدتها به انتظار الهه میشستم تا با هم راجع به آیندمون رویا ببافیم و نقشه بکشیم. شوری که قلب و جانمون رو تسخیر کرده بود چنان نیروی به ما میداد که آماده بودیم با تمام دنیایی که مقابلمون قدرم کرده بود بجنگیم. وقتی فشار از هر دو طرف، خانواده الهه و بابای من به اوجش رسید، تصمیم گرفتیم به یک نقطه دور و دنج بریم. اونجا با هم ازدواج کنیم تا دیگه کسی نتونه ما را از هم جدا کنه. Huh?
کارش چیه؟ کارش چوبپوریه. وای امی، چوبپوری که خیلی سخته، خسته میشی. آره، ولی پول خیلی خوبی میدن. از فردا باید صبح خیلی زود بیدار شم. هنوز اون چه که در زندگی ما حرف آخر رو میزد عشق بود. اگرچه واقعیت های زندگی روزمره کم کم ما رو از عشق به پایین میکشید. من زندگی رو انتخاب کردم که کنار تو باشم. اون وقت تو صبح تا شب من تنها میذاری و میری. این بود اون زندگی که به خاطرش از همه چیمون گذشتیم. وضع الهه روز به روز نگران کننده تر میشد. دلم خیلی شور میزد. الهه! یه روز که از کار برمیگشتم از روی تپه دیدم که ماشین پدر الهه به سرعت به طرف کلبه در حرکته. برگشتم تهرون و فهمیدم از اون خونه که هیچ، از اون شهر هم رفتم دیگه هیچ وقت خودمو نبخشیدم. برای تنبیه خودم تنها راه چاره زدن قفل به در اون اتاق و ترک اون خونه بود. این تاوان بزرگی بود که به خاطر بی تجربه دادم. چرا این چیزا رو به من گفتی؟ نباید میگفتم؟ چرا، اما با این حرفا تای دل من خالی نمیشه. میخواستم روشنت کنم که اگه بخوایم خلاف جهت رودخونه شنا کنیم باید بهای سنگینی رو برای اون بفرمایم. الو؟ الو، نازنین؟ سلام مامان. تو اونجا چی کار میکنی دختر؟ نصف جونم کردی؟ فکر میکنی نمیدونم برای چی چسبیدیم به کرج؟ من دیگه خسته شدم. کاش که یکم فکر قلب من بود که دست این کاراتون داره وای میسته. Thank you.
آرش جان، تو سفارش یه پیتزا بده تا من برم دفتر رو برگردم. باش. خدافظ. خدافظ. میشنوی نازنین؟ صدای دریا میده. نه، گوش کن، صدای رودخونه است. من اونو از تو میخوام. بله. الو آرش، کجا بودی این همه بهت زنگ زدن؟ نازنین، توی؟ آره، کجا بودی؟ خدا رو شکر. آرش میخوام ما رو برای همیشه از هم دور کنن. من بگم تا دیگه نتونی این سلام کرده. کجایی تو؟ کنار رودخونه. کجا؟ خیابونه. آرش بابا. بابا چی شده؟ الو. دیگه نمیتونم صحبت کنم. الو. الو نازنین. بله مهندس، من فکر میکنم براش. بله 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 مهندس، با شما دارم. ببخشید. بله بفرمایید. سلام آقای مهندس معتمدی، عبداللهی هستم. سلام آقای عبداللهی، حالتون چطوره؟ ببخشید، شما میدونین دختر من کجا؟ نه من اطلاعی ندارم. از پسرتون چی؟ فکر نمیکنی اونا با هم باشن؟ نه فکر نمیکنم. من باید حتما شما رو ببینم. بله خیلی خوب. در منزل منتظرتون هستم. نازنین تو کجا بودی؟ بابا چی؟ بابا منمه. دنبالته؟ آره. چرا؟ آخه من که نمیتونیم اینجا وایسیم که بیا خونه. اینا چرا وایسادی؟ بیا دیگه بابا، بابات بیاد خوبه. بوده بیا بیا دیگه بیا دیگه. مهندس، دخترم کجاست؟ مهندس، نازنین کجاست؟ میبینید که منم تازه رسیدم. یعنی چی؟ یعنی نمیدونی؟ یا میدونی به خاطر پسر لاپوشونی میکنی؟ بایدم بی خیال باشی. دختر تو که فرار نکرد، آبروی تو که نرفته. خواهش میکنم صداتونو بیارید پایین.
ما اینجا تو محل آبرو داریم. مهندس، فقط بهت میگم اگه تا یک ساعت دیگه نازنین پیدا نشه ازتون شکایت میکنم. اگه فکر میکنید این کارتون به بچه‌هامون کمک میکنه برید شکایت کنید. اگر همون روز اول که بهتون گفته بودم جلو پسرتون رو گرفته بودی کار به اینجا نمیکشید. حالا فقط یک ساعت فرصت میدم، اگه نازنین پیدا نشه پلیس رو خبر میکنم. حالا دیگه خود دانید. تو فکر میکنی ما کار درستی کردی؟ نمیدونم سلا چی بود؟ کجا داری میری؟ آرش بابات. آرش، آرش تو میخوای چیکار کنی؟ باید برم باهاش حرف بزنم. تو که نمیخوای بگی من اینجا؟ نه تو که نمیترسی ها؟ زود برمیگردم باشه؟ آرش. سلام بابا. کجا رفته بودی؟ جریان چیه؟ بابا اونا نازنینو میخوام بفرستن خارج. حالا کجاست؟ نگی نمیدونم. اون پسر تو پاک دیوونه شدی؟ میدونی این کار یعنی چی؟ بابا چی کار میخوا بکنی؟ بذار اون برگرده خونهش پسرم. چرا تو اینو نمیفهمی؟ من فقط نمیخوام اونو از دست بدم. بذار اون بره خونهش، بذار بره، بعد میشینیم سر فرصت با همین مشکل رو حل میکنیم. بابا کمکم کن. چطوری میتونم کمکت کنم وقتی حرفم با باور نداری؟ من فقط نمیخوام از دستش بدم همین. اینطوری زودتر از دستش میدید. گریه نکن، گریه نکن پسرم. خیلی خوب، بریم بیاریمش. به من اعتماد کن، به من اعتماد کن. ای بابا این کیه زنگ میزنه؟ یادمش سلام علیکم. سلام. شبتون بخیر. حال شما. جناب مهندس معتمدی؟ بله بفرمایید. من سلطان سبزواری هستم از کلانتری 108. مدعی هستن که دخترشون از بعد از ظهر که از منزل خارج شده به اتفاق پسر شما دیگه به منزل بر نگشتن. شما اطلاع دارید که ایشون کجا هستن الان؟ من اطلاعی ندارم ولی پسر من خونه است. بسیار خوب. دروغ میگه. من مطمئنم پسرش خونه نیست. بعدم رو بگیرن. ما در حال بررسی این جریان هستیم. امکان داره باز مزاحمتون بشیم. خواهش می‌کنم. شبتون بخیر. شب بخیر. سب کن مزفه کن. آرش
سلام آمو. سلام عزیزم. آرش تو چی شده؟ چی کار داری میکنی؟ اینا رو برای چی میبری؟ ماما من واقعا ازتون معذرت میخوام. حق با شما بود. بله؟ این کادیلاکو برای چی دادی دست این بچه؟ اون الان کجاست؟ میزنی خودشو میکشه یا؟ آرش کجاست؟ همین کجا داشت میرفت؟ چرا جوابمو نمیدی؟ اه؟ اونا دارن میرن شمار. مگه چی شده؟ هیچی، نگران نباش، میام دنبالت، بعدا همه چی رو برای تو را تعریف میکنم. آرش، آرش ما الان داریم کجا میریم؟ ویلای ما تو شمال. ویلای شما تو شمال؟ چیه، پشیمونی؟ نه، من فقط منظورم اینه که ما تا کی باید اینطوری فرار کنیم؟ نمیدونم، تا وقتی که دست از سرمون بردارن نخون ما رو از هم جدا بکنن نازنین. سلام آقای عبداللهی، تلفن زدم بگم نگران نباشید، اونا الان جاده شمال هستن، ما هم داریم میریم به اون طرف. بله آدرس میدم. کارت ماشین گواهینامه رو دادم. آرش تو که گواهینامه نداری. نازنین تو رو خدا یه دقیقه وایسا بذار ببینم. آرش اینم بگو باش. اصلا گواهینامه داری؟ چیه هولی؟ آرش چند سالته؟ سرپا کارگر مشکل پیش اومده؟ گواهینامه ندارم. باش بکنی زنی بابا خانم نفرتی داری؟ آقا پسر خاله مهرم نازنین تو رو خدا حرف نزن. خیلی خوب ماشین تو رو بزنی کنار، خاموش کنین هر دو تون پیاده شید. سرکار هر دو رو بیاری پاسگاه. تشریف بیاری. بله؟ بله آقای عبداللهی، شما الان کجایین؟ درسته، الان نزدیک ما هستیم. فقط دقت کنید. آقا میبینی که تو این مه چششو نمیبینه. اونا ما رو گم کردن دیگه. نازنین تو این مه چششو نمیبینه، بذار واسم جمع باشه.
چی برش؟ میبینی که خفه کرده. چی کار کنیم حالا؟ پدرشم باید بدونم چه اتفاقی افتاده. از شما کاری ساخته نیست. چی شده؟ من باید بدونم. آقا خواهش میکنم بفرمایید بالا بذارین کارو. بله اومدی تلوارو بیار زود. ماشین مهندس نیستی ما؟ آره انگار خودشونم. نازنین مرگم ببین یعنی چی شده؟ چه من کمک کنه؟ نازنین No!
نبی نازنین صدای دریا میده. نه صدای رودخونه است. نه دیگه جرم نزن، دریا دیگه. نه رودخونه. خیلی خوب، هرچی تو بگی قبول.